السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. بعد حضور شما را به سلسله درس های غیر حضوری خیر مقدم میگم و امروز درس سوم را خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. در درس های گذشته بحث های مفصلی داشتیم روی حقوق مجني عليه مدعی حق العبد و همچنان حقوق مزنون، متهم و مسئول حق العبد. اینا را هر کدام این کلید واژه ها را تعریف کردیم، توضیح کردیم و حقوق اینا را هم بحث کردیم. امروز انشاءالله بحث خواهیم داشت روی کشف جرم، که کشف جرم چی هست، چرا جرم باید کشف شود، اجراءات این کشف جرم چی خواهد بود، مکلفیت های موظفین کشف جرم چی هست و اجراءات و اقدامات مخفی در حین کشف جرم و چی معنا می باشد. یعنی مباحث عمده این سرفصل ما هست تعریف کشف جرم، که کشف جرم چی معنا، چی اجراءات در هنگام کشف جرم باید صورت بگیرند، موظفین کشف جرم کیها هستند در افغانستان و مکلفیت های از این موظفین چی است و اجراءات و اقدامات مخفی در هنگام کشف جرم شامل کدام موارد میشه و چرا این اقدامات وجود داره و چگونه این اقدامات باید صورت بگیره. میریم از تعریف کشف جرم آغاز میکنیم. کشف جرم در لغت، حالا ما یکی کشف داریم، یکی هم جرم داریم. خود کشف به معنای برملا شدن و ظاهر شدن و آشکار شدن آمده و جرم هم به معنای در اینجا به معنای هر عمل زشت و ناپسند، چنانچه قرآن کریم می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا اجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. بنابراین ما کشف داریم و جرم داریم. کشف را هم فهمیدیم، جرم را هم قبلا خدمت شما تعریف کردیم. کشف جرم در لغت به معنای برملا شدن، ظاهر شدن و آشکار شدن جرم می باشد. یعنی جرم چگونه باید برملا شود، چگونه ظاهر شود، چگونه آشکار شود. این بود معنای لغوی کشف جرم. اما معنای اصطلاحی کشف جرم، کشف جرم در اصطلاح قانون مفهوم خاص خود را دارد. یعنی کشف جرم یک سلسله اجراءات است. بنابراین قانون میگه که کشف جرم عبارت از اجراءاتی است که به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم و تشخیص مرتکب آن، نحوه و علت ارتکاب که چگونه ارتکاب یافته، تثبیت محل یعنی محل جرم و حفظ آثار و اشیای متعلق به جرم، جرمی که ارتکاب یافته صورت میگیره. ای کشف جرم خودش یک نوع اجراءات است. کشف جرم قواعد و مقررات نیست. کشف جرم اجراءات است و منظور از این اجراءات چیست؟ منظور اجراءات جلوگیری از ارتکاب جرم، تشخیص مرتکبش، نحوه و علت ارتکاب جرم، تثبیت محل و حفظ آثار و اشیای متعلق به جرم ارتکاب یافته صورت میگیرد. یعنی هدفش همین چیزها میباشد. حالا طبق تعریفی که صورت گرفت از کشف جرم، ما گفتیم کشف جرم اجراءاتی است که به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم و تشخیص مرتکبش، نحوه و علت ارتکاب، تثبیت محل و حفظ اشیاء و آثار و اشیای متعلق به جرم ارتکاب یافته صورت میگیرد. ارگان های کشفی بنابراین در کشف جرم، چون در تعریف جرم ما چهار در تعریف کشف جرم ما چهار هدف را قانونگذار تعیین کرد، بنابراین ارگان های کشفی در کشف جرم باید موارد زیر را در نظر بگیرند. اول، جلوگیری از ارتکاب جرم. دوم، تشخیص مرتکب جرم. سوم، علت ارتکاب جرم. و چهارم، تثبیت محل جرم. چی معنا جلوگیری از ارتکاب؟ یعنی هدف از کشف جرم همین چهار چیز است. بنابراین زمانی که
موظفین خدمات عامه یا مامورین کشفی میان که جرم را کشف بکنند، با در نظر داشت می چهار حالت باید جرم را بیان چی بکنند، کشف بکنند. اولینش جلوگیری از ارتکاب جرم است، یعنی در آغازین مرحله مامور کشف جرم مکلف است از ارتکاب جرم جلوگیری نماید و نگذاره که در جامعه جرم واقع شود و جامعه از این ناحیه متضرر شود. اول کوشش کنه که تدابیری را داشته باشه که اصلا جرم واقع نشه. بنابراین باید مامور کشف جرم به نحو تدابیر وقایوی را وضع بکنه که مرتکب نتانه جرم را انجام بده و از این جهت جامعه و فرد هر دو در مقابل جرائم حمایت شود. اما اگر یک جرم واقع شده، در هنگام کشف نهایت کوشش کنه که جرائم بعدی دیگه واقع نشه، چند جرم دیگه در حال وقوع اونا رو خونسا بکنه. دوم، تشخیص مرتکب جرم است. طبعا زمانی که جرم در جامعه واقع میشه یک چیز طبیعی است که یک شخص حتما او را انجام داده، خود به خود جرم واقع نشده، به خاطر که انسان به عمل جرمیش مورد مجازات قرار میگیره و باید مرتکب جرم ارتکابی در مرحله کشف برملا شد و تشخیص شد تا شخص مرتکب مطابق اصول و قواعد محاکماتی محاکمه شد و مورد مجازات قرار بگیره. بنان مامور کشف جرم در مرحله کشف جرم یا مکلفیتش است تا مرتکب جرم تشخیص کنه و علیه او اجراءات قانونی را انجام بده، حالا توقیفش کنه، بعدش اتهام نامه را تارنوالی تسلیمش بکنه، درست همونطور برد به محکمه. یعنی اگر پلیس میاد جرم کشف میکند میگه والا مجرمش معلوم نبود، این کشف ناقص است. دقیقا کشف ناقص است. تو اول کوشش کن که با این کشف جلوگیری بکنی از ارتکاب جرم. دوم، مرتکب جرم، جرم که واقع میشه در یک جامعه حتما یک شخصی رو مرتکب شده، مرتکب جرم باید تشخیص بدی که تشخیصش باز راهکارهای خاص خود را داره در جرایم غیر مشهود. سوم، علت ارتکاب جرم است. یعنی مرحله کشف جرم از جمله مراحل مقدماتی اجرا جزایی محسوب میشه و می خاطر در مرحله کشف جرم باید علت ارتکاب جرم تثبیت شود که مرتکب روی چه علت انگیزه، چرا مرتکب جرم شده. چون بعد از مرحله کشف جرم مرحله تحقیق است و برای حقیقت یابی صورت میگیره، بنابراین حسب لزوم باید در مرحله کشف جرم علت جرم هم از جانب مامور کشف جرم دریافت شود، چرا مرتکب جرم شده، انگیزش چی بود، انگیزه دنی داشته، انگیزه شریفانه. و چهارم، تثبیت محل جرم هست. در مرحله کشف جرم باید محل جرم تثبیت شود که جرم در کجا واقع شده، حتی در کدام لحظه واقع شده، ساعت چند واقع شده. کروکی محل از جانب مامور کشف جرم باید گرفته شود و در مباحث بعدی باز روی از این مورد هم به تفصیل بحث میکنیم. بنان ارگان های کشفی که کشف جرم را کشف میکنن چهار نقطه را مد نظر داشته باشن: اول، جلوگیری شود از ارتکاب جرایم بعدی، و دوم، آنقدر اینا یعنی پلیس چشم بینای جامعه است، آنقدر این چشم دیدش قوی باشد که اگر کسی میخواهد جرم را انجام بده باید نتانه و قبل از انجام جرم چی شود، کشف شود. دوم، تشخیص مرتکب جرم است که حالا جرم واقع شد، کی این جرم را انجام داده. سوم، چرا انجام داده، و چهارم هم در کجا انجام داده. این نکات خیلی بارز و عمده است که در کشف جرم باید مد نظر گرفته شود. مبحث دوم ما اجراءات هنگام کشف جرم هست. یعنی کشورها به خاطر جلوگیری از جرائم مامورین خاص را موظف میکنن تا جرائم را کشف بکنن. کشف جرم در افغانستان از جانب کی صورت میگیره؟ از جانب مامورین ضبط قضایی صورت میگیره. از جانب مامورین ضبط قضایی صورت میگیره و مامور ضبط قضایی را خوشبختانه که قانون اجرات جزایی در ماده اصلاحاتش ماده چهارم تعریف کرده و توضیح کرده، کشف جرم در افغانستان مکلفیت کیست؟ مکلفیت مامورین ضبط قضایی است. و مامورین ضبط قضایی را هم گفتیم که در ماده چهارم که ماده اصلاحات هست
جزء دومش تعریف کرده و میگه که مامور ضبط قضایی شخصی است که مطابق احکام قانون صلاحیت جمع آوری دلایل اثبات و استجواب را در حدود احکام قانون به عهده داشته باشد و عبارتند از: اول پلیس، یعنی 5 گروهی از افراد هستند که صلاحیت کشف جرم را دارند. مطابق احکام قانون صلاحیت جمعوری دلایل اثبات استجواب را دارند و هم در حدود احکام قانون. و یا کی هستند؟ اول پلیس هست، دوم موظف ریاست عمومی امنیت ملی هست، سوم مفتش اداره عالی تفتیش است، چهارم موظف تفتیش داخلی وزارت ها و ادارات دولتی هست، پنجمش هم که در این سلاید فراموش شما نشد نوتش بگیرن، موظف اداره مبارزه علیه فساد اداری است. یعنی ما 5 کتگوری از افراد را من حیث مامورین ضبط قضایی داریم که اینا میان جرم را در ساحه مربوطی خودش کشف میکنن. اینا رو میگن مامورین ضبط قضایی، و مامور ضبط قضایی هم شخصی است که مطابق احکام قانون صلاحیت جمع‌آوری دلایل اثبات و استجواب را هم دلایل اثبات جمع‌آوری میکنند، هم صلاحیت دارند که از مظنون استجواب کنند، طلب جواب کنند که چگونه، در کجا، چرا. این استجوابشان در حدود احکام قانون باشد. اینها به عهده دارند، یعنی توان با اجبار و اکراه و تعذیب و شکنجه نباشد. خب مامورین ضبط قضایی کی هستند؟ 5 کتگوری از افراد است: پلیس، موظف ریاست عمومی امنیت ملی، مفتش اداره عالی تفتیش، موظف تفتیش داخلی وزارت ها و ادارات دولتی و موظف اداره مبارزه علیه فساد اداری، که هر کدام از این مامورین ضبط قضایی در ابعاد مختلف مبارزه علیه جرایم فعالیت دارند و اجراءات کشفیشان را در امر وقایع از جرایم و مبارزه علیه آنها انجام میدن. شاید سوال پیشتان واقع شود، حالا پلیس از دیگران دیگه چی کار است که من خشم میکنن؟ و این دغدغه تان به جای هم هست، اما میبینیم که پلیس به صورت عام صلاحیت کشف را داره در قانون اساسی و قانون اجرات جزایی، و دیگران در ساحه خاص خودشان صلاحیت کشف جرم را داره. پلیس کشف جرم را به صورت عموم گفتیم به عهده دارند، اما دیگر مامورین ضبط قضایی نسبت به جرایم خاص که مربوط خودشان است صلاحیت کشف جرم را دارند. یعنی ماده 134 قانون اساسی را اگر شما بخوانید، به صورت مطلق ذکر رفته که کشف جرم وظیفه پلیس است و پلیس میتواند در صورت کشف تمام جرایم تدابیر لازم را اتخاذ نماید. اما دیگر مامورین ضبط قضایی باز در کجا ذکر شده؟ در قانون اجرات جزایی ذکر شده که نسبت به جرایم خاص مربوط ساحه خودشان صلاحیت کشف جرم را دارند. یعنی در اصل صلاحیت کشف جرم مربوط پلیس است، اما در ساحات خاص باز 4 کتگوری از افراد دیگه هم صلاحیت کشف جرم را در پلوی پلیس دارند. 4 کتگوری افراد: اولش موظف ریاست امنیت ملی است، درست؟ ما میبینیم که امنیت ملی میان در ساحه جرم، حالا گرفتار میکنن، کارهای کشفی را انجام میتن. اینا را قانون صلاحیت دادم. اولین کسی که در پهلوی پلیس صلاحیت کشف جرم را داره موظف ریاست امنیت ملی است. در کدام جرائم دوستا؟ این مامورین ضبط قضایی در جرائم خاص علیه امنیت داخلی و خارجی صلاحیت کشف جرم را دارد. ما در کد جزا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کاملا تعریف شده و مواردش مشخص شده، میتونید اونجا مراجعه بکنید. یعنی در جرایم خاصی که علیه امنیت داخلی و خارجی باشد، موظف امنیت ملی در اکثر قطع عادی در نمیفهم فریبکاری و اینا اصلا صلاحیت هم ندارن، دخالت هم نمی کنن. اینا در کشف کلام جرایم انکار میکنن. در کشف جرایم خاص علیه امنیت داخلی و خارجی اینا صلاحیت کشف دارن. تمام. سوم مفتش اداره عالی تفتیش. ما یک اداره داریم به نام اداره عالی تفتیش که همیشه میاد در ادارات دولتی و حتی در ادارات غیر دولتی اگر ازشان خواسته میشد، اینا میان تفتیش میکنن.
یا در جرایم عادی کار ندارند؟ مفتش اداره عالی تفتیش فقط در کدام جرایم؟ در جرایم اقتصادی و مالی که مربوط دولت میشه فعالیت دارند. همیشه نماینده هایشان میای وقتن فوقتن نظارت میکنند و کوشش میکنند که جرایم اقتصادی و مالی را کشف بکنند. بنابراین بر پهلوی پلیس موظف ریاست امنیت ملی هم صلاحیت کشف داره و سوم مفتش اداره عالی تفتیش هم صلاحیت کشف جرم داره. در کدام جرایم؟ فقط در جرایم اقتصادی و مالی که مربوط ادارات دولتی می باشه. دوستا در پالوی مفتش اداره عالی تفتیش که اداره عالی تفتیش در رأس تمام مفتشین قرار داره، در داخل ادارات و وزارت های دولتی، وزارت ها و ادارات دولتی ما مفتشین داخلی داریم. کسایی که در ادارات دولتی کار میکنن یک ریاست وجود داره به نام ریاست تفتیش. این مفتش داخلی چی میکنه؟ مفتش داخلی میاد در جرایم مالی و اقتصادی که در داخل اداره واقع میشه فعالیت دارن. یعنی اینا جزء تشکیل از وزارت ها و ادارات دولتی است، اما اداره عالی تفتیش یک اداره فرا از یا بالاتر از وزارت ها و ادارات دولتی است و یک نهاد کاملا مجزا است و امروز مطابق قانون اداره عالی تفتیش مفتشین داخلی وزارت ها و ادارات دولتی هم کاملا تحت اثر اداره عالی تفتیش قرار دارند. بنابراین مفتشین داخلی هم در جرایم مالی و اقتصادی در داخل اداره میتونند که صلاحیت دارند که در کشف جرایم دخیل باشند و هدفشان هم همیشه که جرایم اقتصادی و مالی واقع نشد. نهاد آخری موظفی اداره مبارزه علیه فساد اداری. شما در جریان هستید که امروز یک کمیسیون هم هست، کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری، و این اداره به خاطر مبارزه علیه فساد اداری تأسیس شده. منصوبین از این اداره جرایم فساد اداری را که مرتکبش موظف خدمات عامه باشه، مرتکبش یک دکاندار اینا نباشه، اونا کار پلیس است. اگر مرتکب جرایم فساد اداری موظف خدمات عامه بود، یعنی مامور رسمی دولتی یا کسی بود که حداقل مهرش دارای ارزش باشد، اینا میان جرایم این اشخاص را کشف میکنند. بنان مراجع کشف جرم در افغانستان 5 مرجع است. پلیس است در تمام جرایم، موظف ریاست امنیت ملی در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، مفتش اداره تفتیش جرایم اقتصادی و مالی، مفتش داخلی وزارت ها سوم در جرایم اقتصادی و مالی. فرق اداره تفتیش و مفتش داخلی رو براتون گفتم. نه، اداره عالی تفتیش یک نهاد جداگانه است، در داخل وزارت ها نیست، اون اداره خود خاص خود داره، اما مفتشین داخلی جزء از تشکیل وزارت ها و ادارات دولتی است و آخرش هم موظف اداره مبارزه علیه فساد اداری است. حالا چی مکلفیت داره موظفین کشف جرم؟ در کل موظفین کشف جرم اینی 7 مکلفیت را داره. پیش از اینکه بریم به این 7 مکلفیت، قابل ذکر است که ارتکاب جرم از جانب مرتکب به جامعه وقتی که جرم واقع میشه، آرامش جامعه نقض میشه. موظفین کشف جرم بر از اینکه مرتکب را تشخیص بکنن و اون مورد تعقیب عدلی قرار بدن تا آرامش جامعه دوباره استقرار پیدا بکنن. یعنی با جرم که واقع میشه، اما نظم و آرامش جامعه بر هم و در هم میخورن و باید جرم کشف شوه و مجرمش مورد تعقیب عدلی قرار بگیره تا آرامش دوباره به جامعه برگرده. موظفین کشف جرم به خاطر رسیدن به این هدف عمده و اساسی یک سلسله مکلفیت ها رو دارن که قانون به او تصریح میکنه. مثلا قانون اجرات جزایی موظفین کشف جرم را اول می به دو بخش تقسیم میکنه. موظفین کشف جرم را به دو بخش تقسیم میکنه، به دو کاتگوری تقسیم میکنه، دو کاتگوری خاص در ضمن فقره 1 ماده 80، یک پلیس، دو موظف امنیت ملی. یعنی قانونگذار در اینجا اختصار کرده آن موظفین کشف جرم را معرفی میکنه که بیشترین جرایم را کشف میکنند. سایر موظفین که مقنن در ضمن فقره 2 ماده 4 که در سلاید قبلی گفتیم، قانون اجرات جزایی و اصطلاح مامورین ضبط قضایی به صورت عام برشمرده. یعنی ما گفتیم که موظفین کشف جرم در افغانستان همین 5 کاتگوری از افراد است. پلیس است، موظف ریاست عمومی امنیت ملی است، مفتش اداره عالی تفتیش است، مفتش تفتیش داخلی وزارت ها و ادارات دولتی است و موظف اداره مبارزه علیه فساد اداری.
یعنی در یک جای میگه پلیس موظف امنیت ملی، یک جای میگه اینا رو میگه. خوب است در این مورد هم یک تبصره داشته باشیم که این هر دو حکم از حیث عموم و خصوص هست، یعنی ماده 80 قانون اجرات جزایی یاد از پلیس و موظف امنیت ملی نموده، در اونجا ذکر کرده که پلیس و موظف امنیت ملی که بیشترین جرایم از جانب امید دونه و موظفین کشف میشه. اما فقره دوی ماده 4 اند ماده 80 فقط پلیس و موظف امنیت ملی رو گرفته، ولی در ماده 4 قانون اجرات جزایی مامورین ضبط قضایی رو به شکل عام ذکر کرده که در خصوص کشف جرایم مربوط به صاحب وظیفهشان ارتباط داره. حالا اگه سوال شوه که قانون اساسی موظف کشف جرم را در ماده 134 خود معرفی کرده و سایر موظفینی که در فقره 2 ماده 4 و فقره 1 ماده 80 قانون اجرای جزایی ذکر شده این زاید است دیگه، یعنی قانون اساسی ذکر کرده. جواب ما با این سوال از دیدگاه حقوقی است که ما از منظر حقوقی پلیس به دو بخش تقسیم میشه، یکی پلیس یونیفرم دار است، یکی پلیس غیر یونیفرم دار. یعنی به خاطر وضاحت بیشتر کلمه پلیس باید میان پلیس یونیفرم دار و که در چوکات وزارت امور داخله کار میکنن و پلیس بدون یونیفرم فرق قائل شویم. کلمه پلیس در قانون پلیس به پلیس یونیفرم دار اطلاق شده، یعنی مطابق ماده 2 قانون پلیس، پلیس میگه شامل افسران پلیس، ساتنمنان و ساتون که توسط وزارت امور داخل استخدام و در تشکیل وزارت متذکره مطابق به قوانین افغانستان جهت تأمین نظم و امنیت شهروندان فعالیت نموده می باشد. یعنی در این تعریف پلیس یونیفرم دار مربوط وزارت داخله بوده و به عنوان نهاد اونها محسوب میشه که دارای دو وظیفه اصلی است. پلیس یونیفرم دار وظیفه اولش تأمین امنیت و نظم عام است و وظیفه دومش بررسی و رسیدگی جرایم، که در وظیفه اولش شکل وقایوی داره، یعنی کوشش کنه جرم واقع نشه، و وظیفه دومش شکل کشفی داره. موضوع محوری مورد بحث و قیداری را همین وظیفه اول پلیس تشکیل میده و در حالی که وظیفه دوم پلیس مربوط به اجراءات جزایی است، یعنی تامین امن و نظم عامه به حیث وظایف اساسی پلیس دارای یونیفرم برای اداره یک کشور کافی نیست، بلکه هر وزارت مطابق ماده 75 قانون اساسی دارای وظایف خاص خود می باشه. حالا خلاصه گفته می تانیم که هر وزارت باید تدابیر پیشگیرانه اتخاذ کنه، قوانین خاص باید نحوه و چگونگی رفع تهدیدات را تشخیص و به تعریف اداره ذی صلاح بپردازه و هر مقام رسمی که به رفع خطر به امن و نظم عامه می پردازه به حیث پلیس محسوب می شه، اگر چه دانای یونیفرم باشه یا نباشه. به طور مثال کارمندان وزارت صحت عامه که از فروش دوای غیر قانونی ممانعت میکنن و او رو ضبط میکنن در تعریف عام پلیس شامل میشن و مکلفیتی که در قانون در ماده 80 قانون اجرای جزایی بر موظفین کشف جرم داده شده، این مکلفیت ها عبارت از این 7 مکلفیت است. این در کل ما که پلیس میگیم، شما ما که میگیم کشف جرم مربوط پلیس است، در ذهن شما هم پلیس وزارت داخل پلیس یونیفرم دار که با یونیفرم مشخص هستند نباشد. پلیس غیر یونیفرم دار هم که امو 4 ارگان دیگه میشد، اونا هم صلاحیت کشف جرم را دارند. مکلفیت های موظفین کشف جرم شامل 7 مکلفیت عمده است. اولین مکلفیتش رفتن به محل واقع است. رفتن به محل واقع چی معنا؟ یعنی موظف کشف جرم بعد از اینکه دریافت اطلاع میکنه، یعنی اطلاع دریافت میکنه که جرم ارتکاب یافته، یا علائم جرم رو مشاهده میکنه یا آثار جرمی رو مشاهده میکنه، مکلف است که به محل ارتکاب جرم بدون کدام وقفه بره تا آثار علائم جرمی مخشوش نشه و از بین نره و به خاطر حفاظت از اونها اجراءات بکنه. که اجراءات چیست؟ مشاهده محل واقع است، بره خودش عملا مشاهده کنه که جرم در کجا واقع شده، تثبیت و تصویر اوضاع و احوالی که بیانگر حدوث و واقعه باشه تثبیت بکنه و حتی تصویر برداری بکنه محل واقعه را، که بعدها خیلی به دردش میخوره و موظف کشف جرم در اجراءات خود مکلف است که کروکی
و مشاهدات محل واقع را هم ثبت کنم که جرم در کجا چگونه واقع شده و حتی در قضای مهم مثل قتل، سرقت های مسلحانه و دیگه مکلف است پلیس تا از محل واقعه تصویر برداری بکنه. یعنی این اجرات به خاطر روشن شدن واقع است تا ثابت شد که واقع رخ داده یا خیر. یعنی اولین مکلفیت موظف کشف جرم است که بره به محل واقع، محل واقع را اگر ضرورت بود انسداد بکنه، تصویر برداری بکنه، علم آوری بکنه، آثار و مدارک، یعنی سرچشمه حقایق محل واقع جرم است. اگر ما میخواهیم که تا آخر کار ما آسان باشد، خود ما باید بریم محل واقع جرم را به سر چشم خود ببینیم و این ما رو نهایت کوشش میکنه به خاطر تحقق عدالت. حالا به محل واقع رفت. دوم مکلفیت از این موظفین کشف جرم چیست؟ مکلفیت دوم موظفین کشف جرم دوستا شناسایی نوع جرم مرتکب و متضرر است. که جرم چی نوع است؟ از کدام نوع جرایم است؟ مرتکب و متضرر کیست؟ یعنی موظف کشف جرم مکلف است که نوع جرم تشخیص بده. به خاطر که اجراءات بعدیش در ضمن هر جرم طریقی متفاوت خود داره. مثلا اگر جرم قتل واقع شده باشه، موظف باید اجراءات متفاوته نسبت به جرم سرقت یا کسیبری داشته باشه. یعنی مقتول بعد از بررسی محل واقع به طب عدلی ببره به خاطر تشخیص و علت فوتش که واقعا خودش مرده یا قتل صورت گرفته و نو وسیله قاتل چیست اگر قتل صورت گرفته، یارم به خاطر حفظ و تثبیت آثار جرمی و کرمینال تکنیک ارسال بکنه. اما اجراءات متذکرات در جرم قتل انجام میشه. خود در جرم سرقت ضرور نیست که ما اموال مسروقه رو ببریم یا ارسال کنیم آثار جرمی رو بعد از حفظش به طب عدلی، یا لازم نیست. و یا هم بررسی محل واقع، انواع جرایم با هم متفاوت از همدیگر هستند. بررسی محل واقع انواع جرایم گفتیم از همدیگر متفاوت هستند. اجراءات بررسی محل واقع قتل نسبت به سرقت تفاوت داره. بنان لازم است که موظف کشف جرم نوع جرم را اول شناسایی کنه. همچنان موظف کشف جرم مکلف است که متضرر جرم را تشخیص بکنه، یعنی مرتکب جرم را غرض تعقیب عدلی دریافت بکنه و درست و هر گذرت به گرفتاری و سلب آزادیش باشه و تحت نظارت قرار بده و متضرر جرم را به خاطر ادعای حق العبدیش تشخیص بکنه که متضرر شده و همچنان ضرر وارده که به متضرر رسیده او را تشخیص بکنه. یعنی اول بره به محل واقع، دوم ببینه که جرایم علیه اشخاص است، جرایم علیه اموال است، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است، چون هر کدامش با اجراءات خاص خود دارم و مرتکبش کیست، احمد است، محمود است، هوشیار است، دیوانه است، یک نفر است، دو نفر است، پنج نفر است و متضرر یا متضررین کیها هستند. گپ سیوم، رفت به محل واقع، جرمم شناسایی شد، مرتکبم شناخت، متضررم شناخت، چی کند؟ اول از همه بعد گرفتاری کنه، گرفتار کنه مظنون جرم را و تلاشی مظنون بکنه، مظنون را تلاشی بکنه اگر لازم بود. یعنی موظف کشف جرم صلاحیت داره که مظنون را طبق حالات مطابق ماده 81 قانون اجرای جزایی گرفتار کنه و یا هم هر گذرت به گرفتاریش نباشه، یعنی اصلا ضرور نیست گرفتار شوه، موظف کشف جرم صلاحیت داره که رو گرفتار نکنه. این دیگه مربوط به خود موظف کشف جرم است که مطابق قانون آیا ضرور هست یا نیست و به تضمین معتبر رها کنه. مثلا حادثات ترافیکی خیلی شدید نیست، خفیف است، کسی افگار هم نشده، حالا میشه به تضمین رها شوه، ضرور نیست که هر وقت ما مظنون رو باید ببریم تحت توقیف. همچنان موظف کشف جرم صلاحیت داره که مظنون در صورت لزوم مورد تلاشی بدنی هم قرار بده، یعنی اگر لازم بود او رو تلاشی کنه و او هم در حالتی که موظف کشف جرم این درک کنه که مظنون یک چیز مرتبط به جرم را در لباس خود یا بدن خود پنهان کرده و او چیز در کشف جرم امید واقع میشه. یعنی اگر مظنون دید که شاید یک وسیله ارتکاب جرم رو پنهان کرده باشه، میشه که تلاشیش رو میکنه. اما بعض مواردی است که اصلا نیاز به تلاشی نیست، اصلا تلاشی هیچ ربطی ندارد و جرم در این حالت پلیس دیگه نباید هر وقت شایق تلاشی باشه. یعنی اگر لزوم دید ای بود که شاید وسیله ارتکاب جرم اینجا باشد، میشه تلاشی هم صورت بگیره. چهارم، تشخیص اسناد و مدارک مربوط به جرم است. یعنی مرحله جرم یکی از مراحل ابتدایی است
و در ضمن اساس و بنیاد و مراحل تعقیبندی را تشکیل میده. یا میتونیم بگویم که یک کلید است برای باز کردن قفل اغماز قضیه، قفلی که قضیه را پیچیده کرده. خود کشف جرم یک کلید است. یا به عبارت دیگه تهداب و بنیاد مراحل بعدی تعقیب عدلی را، چون تحقیق و محاکمه را چی تشکیل میده؟ کشف. اگر کشف جرم خوب صورت گرفت، همه جانبه صورت گرفت، تا آخر کار همه نهادها آسان میشه. بنابراین ما میتونیم بگوییم که مرحله کشف جرم خیلی از مراحل اساسی است و موظف کشف جرم مکلف است که اول اسناد و مدارک جرم تشخیص بده، بعدش او رو به طور مسلکی حفظ بکنه. یعنی مدرک جرم چیست، وسیله ارتکاب جرم چیست، چی سند وجود داره که شخص مرتکب جرم شده. بعد که اسناد جمع آوری کرد، به صورت مسلکی او رو حفظ بکنه و بعدا او رو به خاطر معاینات تخصصی به اهل خبره ارسال بکنه و دریافت کنه که بالای اسناد و مدارک به دست آمده از محل واقع جرمی هیچ نتایج مرتب چی نتایج مرتب میشه. حالا که اسناد گرفت، تشخیص کرد، به اهل خبره داد، ایران باید بفهمه که این اسناد چی نتایج به این مرتب میشه و نتایج مرتبه آشکار شدن هر پوشیدگی که در مورد مرتکب جرم وجود داره واضح میشه. و می اساس است که مرحله کشف جرم در پروسه عدلی نقش بسیار ارزنده دارد. این تشخیص و مدارک جرمی کار ساده نیست که هر پلیس بتانه این کار انجام بده، بلکه تشخیص اسناد، خصوصا مدارک اثباتی جرم که من حیث آثار مادی جرم تصدیق میشه، توسط اشخاص متخصص صورت میگیره که عبارت از پلیس بررسی محل واقع است. شما میبینید که اگر یک قتل واقع میشه، پلیس بررسی محل واقع میای با ظرافت کامل حجر انسداد میکنه، دسکش میداشته باشن، پاپوش میداشته باشن، ماسک میداشته باشن، میان آثار و مدارک جرمی رو جمع آوری میکنن و او رو روان میکنن به اهل خبره. این پلیس میتونه بر اساس خبره مسلکی در محل واقع هر اثر مادی که در ماده 19 قانون اجرای جزایی در فقره 5 شامل است به طور مسلکی اخذ بکنه و او رو حفظ بکنه. بعد از اینکه اخذ کرد آثار و مدارک با حفظش کرد، درست به اهل خبره او رسال میکنه تا اهل خبره در مورد از او آثار ابراز نظر بکنه و به تعقیبش در صورت دلیل علیه مزنون من حیث در زمانی که باز به متهم تبدیل میشه، اتهام نامه از طرف سران مالی علیش ترتیب میشه، میشه که این وسایل من حیث مدرک اثباتی جرم علیه او از جانب سارانوال در جریان اقامه دعوا به محکمه اقامه شود. یعنی کار اولیش رفتن است، دوم شناسایی کن نوع جرم، مجرم متضرر، سوم مزنون گرفتار کنه اگر ضرور به تلاشیش کنه، چهارم تشخیص اسناد و مدارک مربوط به جرم است که اسناد و مدارک باید چی بکنه؟ تشخیص بده، جمع‌آوری بکنه، شناسایی بکنه، حفظ بکنه و به خاطر شناسایی بعدیش روانش بکنه به اهل خبره. پنجم شناسایی اشخاص حاضر در محل واقع و ثبت اظهارات اونهاست. یعنی مورد دیگه ای که میاد موظف کشف جرم او را انجام میده، شناسایی اشخاص حاضر در محل واقع و ثبت اظهاراتشان هست که یعنی مامور ضبط قضایی موظف است که شناسایی بکنه اشخاص حاضر در محل واقع را و اظهارات اونا را ثبت بکنه که این هم مربوط به تشخیص اسناد و مدارک است. البته جمع‌آوریش گفتیم که اسناد و مدارک باید چی بکنه؟ کاملا ثبت بکنه. پیش از اینکه به شناسایی اشخاص بریم، دوستا در ثبت اسناد و مدارک، یعنی اسناد و مدارک کاملا به صورت علمی ارزیابی کنه و نگهداریش بکنه و در محل واقع این کارا رو که تمامش صورت گرفت، مدارک دلایل اثبات هم ثبت کرد، بعد از او به خاطر ارزیابی از این مدارک، ما هنوز در جز 4 هستیم، به خاطر ارزیابی از این اسناد و مدارک که مربوط جرم میشه،
اونا روان میکنه به اهل خبره که ارزیابی شود و بسیار به صورت علمی او را باید نگهداری بکنند. عالی کارا را کرد، اسناد و مدارک هم جمع آوری کرد، به اهل خبره تسلیمش کرد، چیزیش که مربوط خودش میشه ضبطش کرد. پنجم چی بکنم؟ شناسایی بکنه اشخاص حاضر را در محل واقع و اظهارات اونها را بشنوه. یعنی به محل واقع رفت، موظف کشف جرم، جرم را فهمید، مرتکب جرم را شناخت، متضرر را شناخت، تلاشی کرد، گرفتار کرد اشخاص را، اسناد و مدارک هم پیدا کرد، حفظ کرد. پنجم چی میکنه؟ اشخاص حاضر را، اسناد را حالا گرفت، چاقو، تفنگچه و چی و چی را. حالا میبینه که کی در محل حادثه حاضر بود. این اشخاص را شناسایی میکنه و اظهارات اونها را ثبت میکنه. یعنی زمانی که جرم واقع میشه، در اولین فرصت پلیس امنی مکلف است که بدون کنم وقفه به محل واقع گفتیم بره و این کارا را باید انجام بده. اول اگر جرم قتل باشه، کوشش کنه که به طریقه مسلکی داخل محل شوه که قتل صورت گرفته و از زنده بودن و مرده بودن شخص که علم حاصل بکنه. شاید فکر کنه که از بین رفته ولی او هنوز مجروح است، درست؟ بعدش اگر مجروح بود، عاجل باید انتقالش بده چون حیات شخص خیلی ارزش داره. حالا میبینی ساحه رو مسدود کنه، ما میبینیم که فیته سرخ میارن دور میتنا و از عبور و مرور اشخاص جلوگیری میکنه. کسایی که در داخل محوطه قرار داره، پلیس امنی به او باید توصیه کنه که کل از جای خود باشن، از گشت و گذار در داخل محوطه و در محل واقع جرمی جلوگیری بکنن. اشخاصی که در بیرون محل واقع است، اونا را اجازه نده که داخل شوند و پلیس میتونه که محل واقع را با این تدابیری که میگیره، از محو نمودن آثار مادی جرم تا آمدن پلیس بررسی محل واقع نگهداری کنه. یعنی ساحل انسداد کنه، کسی که داخل از بیرون نمانه، کسی که بیرون از داخل نمانه و تا زمانی که پلیس بررسی محل یا تیم بررسی محل واقع میان. و در داخل محوطه محل واقع که محدود شده، پلیس بررسی محل واقع که رسید، اظهارات اشخاص را که در داخل محل واقع موجودند اینا رو میگیره، جدا جدا عکس و ثبت میکنه. همچنان اظهارات مظنون، متضرر، مجن علیه و شهود را نیز در محل عکس در محل واقع باید بگیرن و ثبت بکنن و پلیس به این اجراءات قانونا مکلف است. هدف از تکلیف قانونی برای پلیس ایست که زمانی که بررسی محل واقع ختم میشه، دریافت متضرر و شهود و مظنون خیلی باز ناممکن است که بگوی اول ما میبینیم باز بود از شاید نه، اون لحظه کار رو تمام کن. به یه علت تمام مشخصات و شهرت شخصی که اظهارات میده در ورق اظهارات باید ثبت شود تا که اگر ضرورت پیدا میشد او شخص رو باز از طریق همون اطلاعات از طریق تلفن و ایمیل پیدا بکنه به خاطر حقیقت‌یابی. و اگر پلیس در محل واقع شهرت و اظهارات اونا رو ثبت نکرده باشه، در قدم اول باز دریافت از این اشخاص در مراحل تحقیق خیلی مشکل است دیگه. و از دیگه طرف نباید تغییر در اظهارات ابتدایی و بعدیشان به وجود بیاد. ممکن است فراموش کرده باشند قضیه را، اما لحظه که میبینه خوب بتانه تمثیل بکنه قضیه را، اظهاراتش خیلی دقیق میتونه باشه. بنان کاری رو که پلیس میکنه در مرحله پنجم، این اشخاصی که حاضر هستند امو لحظه تمام مشخصاتشان رو میگیره و اینا رو شناسایی میکنه و اظهاراتشان هم ثبت میکنه. این کارم کرد، در مرحله ششم چی کار میکنه؟ در مرحله ششم تدابیر لازم را به منظور حفظ آثار و ضبط اشیای متعلق به جرم اتخاذ میکنه. یعنی چی معنا؟ اما قسمی که اشاره کردیم قبلا، موظف کشف جرم مکلف است که به خاطر حفظ آثار جرمی و ضبط اشیایی که مرتبط به جرم است تدابیر لازم اتخاذ کنه. مثلا پلیس در محل واقع یک میل تفنگچه را پیدا کرد، یک چاقو را پیدا کرد. این تفنگچه یا پلیس یا این چاقو، پلیس قسم ورداره از زمین که نشان شست انگشت از او از بین نره. بیشتر نشان انگشت در قسمت پایانی تفنگچه می باشد، در دسته چاقو می باشد. موظف کشف جرم باید کوشش کنه که این تفنگچه را از قسمت میلش بگیره، از نوک میلش بگیره، چاقو را همچنان و داخل مخریطه مخصوص برده. یعنی آثار و مدارکی که به دست میاره اونا رو کاملا به شکل مسلکی بگیره، حفظ بکنه. و آخرش هم ترتیب محضر معاینات محل واقع است و محضر هم اونمو اوراق است یا مورق است که از جانب موظف کشف جرم
در حضور مزنون شهود و متضرر ترتیب میشه و در زیرش امضا صورت میگیره. شکل و محتوای محضرها نسبت به اقسامش متفاوت است در اجرات جزایی، و محاضری که بیشتر در اجرات جزایی استعمال میشه دوستا محضر گرفتاری است، محضر تلاشی است. محضر چی مانده؟ یک فرم خاص است، میه مثلا از شاهد شهادت چی میگیرد، گرفتاری که در کدام لحظه صورت گرفت، چگونه صورت گرفت. محاضر انشاءالله باز در درس آینده خدمتتان تقدیم میکنیم. حال صرف گفتیم که محضر ورقی است که از جانب موظف کشف جرم در حضور خود مزنون و شهود و متضرر ترتیب میشه و در زیرش امضایشان گرفته میشه. ما محضرهایی که خیلی مورد استفاده داره، محضر گرفتاری داریم، محضر تلاشی داریم، محضر تلاشی بدنی داریم، محضر تلاشی اماکن داریم، در تلاشی این تلاشی یا تلاشی بدنی است یا تلاشی وسایل و جای و مکان است. محضر مقابله شهود داریم، محضر مشاهدات و محل واقع داریم، محضر اخذ کروکی محل واقع داریم، محضر احاله اوراق کشفی داریم. نمونه از این محاضر را انشاءالله که هر محضر در چی چیزا باید درج باشه و چی ارزش داره درس آینده ماست انشاءالله. و چون وقت ما تمام شد، همه شما را به خداوند پاک و لایزال مسپاریم. امروز دوستان ما جرم، کشف جرم را بحث کردیم، تعریف کردیم که کشف جرم چیست، هدف از کشف جرم چیست. چهار هدف ما داریم در کشف جرم که هر چهار هدف را همزمان باید مد نظر داشته باشیم. بعدش کسایی که جرم را کشف میکنند کیها هستند، گفتیم پنج کتگوری از اشخاص هستند. هر کدام اینها را توضیح دادیم جداگانه که پلیس موظف، ریاست امنیت ملی و مفتش اداره عالی تفتیش و مفتش داخلی وزارت ها و موظف اداره مبارزه علیه فساد اداری هست. مکلفیت های از اینها را گفتیم که زمانی که جرم واقع میشد یا قبل از وقوع کوشش کنه اول واقع نشه، اگر واقع شد به محل واقع بره، نوع جرم شناسایی کنه، مرتکب و متضرر شناسایی کنه، گرفتار کنه مزنونین، اگر تلاشی نیاز بود تلاشی کنه، اسناد و مدارک مربوط به جرم تشخیص بده، اشخاصی که در اونجا حاضر هستن اظهاراتشان ثبت بکنه و وسایل مدارک جرم کاملا به شکل مسلکی حفظ بکنن و محضر معاینات و محل واقع را هم ترتیب بکنن. این بود درس امروزی ما. تا درس آینده شما رو به خداوند پاک و لعزال مسپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.